درود همراهان در این ویدیو گزارشی مفصل داریم از رویت یک موشک قاره پیما در آسمان ایران و تعلیق تعدادی از پروازهای بین المللی در فرودگاه امام خمینی در پی پیشبینی شروع جنگ میان ایران و اسرائیل <applause> انتشار ویدیوهایی از شیعی نورانی در آسمان بعضی از شهرهای ایران واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت چرا که به دنبال بالا گرفتن تنش ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بعضی از رسانه ها این تصاویر را مربوط به حمله موشکی از طرف اسرائیل به سمت خاک ایران قلمداد کردند اما وزارت دفاع روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که این کشور یک موشک قاره پیما را با موفقیت پرتاب کرده و تصاویر مخابره شده مربوط به این موشک است

از طرفی شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان با تمدید تعلیق پروازهای ایران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی هواپیماهای مسافربری این شرکت بزرگ از آسمان ایران عبور نخواهد کرد همزمان با بالا گرفتن احتمال رویارویی نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل شرکت لوفتانزا که در روزهای گذشته پروازهای خود از مبدا آلمان به مقصد ایران و از ایران به آلمان را تعلیق کرده بود مدت زمان این تعلیق را به دلیل بالا گرفتن تهدیدها در منطقه دوباره افزایش داد این شرکت از زمان شروع درگیری های لفظی میان مقامات حکومت ایران و اسرائیل و خط و نشان کشیدن دو طرف برای یکدیگر اعلام کرده بود که حفظ جان مسافران و خدمه پرواز اولویت اصلی است همچنین تنها به ارزیابی های دولت آلمان اتکا نمی کند بلکه وضعیت امنیتی کنونی را در نظر گرفته است این در حالی است که پس از انتشار این خبر لوفتانزا تاکید کرد که درباره ادامه تعلیق پروازها با توجه به شرایط امنیتی منطقه به صورت روزانه تصمیم گیری خواهد شد تمدید مجدد تعلیق پروازهای لوفتانزا به این دلیل است که شبکه خبری سی بی اس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است حمله گسترده را علیه اسرائیل انجام دهد و آسمان منطقه به شدت ناامن شود لازم به یادآوری است که چرا لوفتانزا چنین تصمیمی گرفته است پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در پی حمله آمریکا در دیماه ماه 98 و حمله متقابل موشکی سپاه به پایگاه های آمریکا در عراق پرواز پی اس 752 هواپیمایی اوکراین را با شلیک عمدی موشک سپاه پاسداران سرنگون کردند و همه سرنشینان این هواپیمای مسافربری کشته شدند آن فاجعه باعث شد شرکت های هواپیمایی هر زمان که تنش در منطقه از حدی بالاتر می رود تدابیر ایمنی و امنیتی ویژه اتخاذ کنند همزمان خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افرادی مطلع از ارزیابی های اطلاعاتی غرب گزارش داد که اسرائیل برای حمله مستقیم و بیسابقه جمهوری اسلامی به اهداف دولتی خود در حالت آماده باش قرار گرفته است به گفته منابع خبری موثق ایالات متحده آمریکا نیز همزمان با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک خود در منطقه به منظور مهار تنش‌ها در حال آماده سازی دفاعی و آرایش جنگی است همچنین تسلیحات نظامی بیشتری را به منطقه منتقل کرده است همزمان دولت آمریکا درباره خطر حمله قریب الوقوع حکومت ایران به اسرائیل اعلام کرد که این خطر فقط شایعه و خبرسازی نیست بلکه واقعی و موثق است در همین زمینه جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راه بردی کاخ سفید در جریان یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده با توجه به تهدیدهای حکومت ایران وضعیت نیروهای خود در منطقه را ارزیابی می کند و اوضاع را از نزدیک تحت نظر دارد ما مطمئنا به تهدیدهای علنی مقامات ایران درباره حمله به اسرائیل توجه داریم و آنها را بسیار جدی ارزیابی کرده ایم بنابراین با همتایان اسرائیلی خود تماس مداوم داریم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها می در برابر این نوع حملات از خود دفاع کنند. او از ذکر جزئیات گفتگوهای مقامات آمریکا و اسرائیل و نیز داده های منابع اطلاعاتی خودداری کرد و گفت جمهوری اسلامی تهدیدی خطرناک برای منطقه است وی در ادامه تاکید کرد که رئیس جدید سندکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا به اسرائیل رفته تا رو در رو با فرماندهان نظامی این کشور درباره آمادگی آنها برای مقابله با تهدیدهای اخیر ایران صحبت کند کربی در ادامه گفت تیم امنیت ملی جو بایدن هر روز چندین نوبت تازه ترین وضعیت را در خاور میانه به اطلاع او میرساند بایدن به تیم خود تاکید کرده که حفاظت از امنیت اسرائیل برای او بسیار جدی است آمریکا همزمان با رصد دقیق تهدیدات جمهوری اسلامی در منطقه از موضوع محافظت از جان شهروندان و منافع خود قافل نیست و برای مقابله کاملا آماده است با این حال نوک پیکان تهدیدهای ایران در وهله اول متوجه اسرائیل است جان کربی همچنین درباره احتمال حمله از سوی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی گفت ما سالهاست میدانیم و گفته که این گروه های نیابتی تنها با حمایت رژیم ایران می توانند این اقدامات تروریستی را انجام دهند وی برای نمونه به حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به نیروها و تأسیسات آمریکا در عراق و سوریه و نیز حملات حوسی در دریای سرخ اشاره کرد و گفت اگرچه این گروهها هستند که ماشه را میچکانند اما گلوله های سلاح هایشان توسط رژیم ایران فراهم شده است بنابراین جمهوری اسلامی قطعا مقصر است و مسئولیت این نوع حملات را بر عهده دارد از طرفی سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری درباره حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل تاکید کرد که آمریکا نمیخواهد درگیریها در منطقه گسترش یابد او افسود ما به حکومت ایران خیلی واضح گفتیم که در حمله دمشق دخالتی نداشتیم و هشدار دادیم که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش بیشتر در منطقه یا حمله به تأسیسات و پرسنل آمریکا استفاده نکند ما شفاف گفتیم که از امنیت اسرائیل پشتیبانی می‌کنیم تغییری در موضع ما ایجاد نشده است همزمان بعضی از رسانه های غربی از هماهنگی آمریکا و اسرائیل برای پاسخ نظامی به حملات جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین هدف تروریستی در منطقه خبر دادند. از طرف قریب بودن حمله ایران به اسرائیل در روزهای گذشته به چنان موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده است که شبکه خبری سی بی اس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد جمهوری اسلامی حمله گسترده را علیه اسرائیل انجام خواهد داد اما مشخص نیست چگونه و در چه تاریخی به گفته کارشناسان و تحلیلگران سیاسی منطقه ممکن است حکومت ایران به منظور جلوگیری از تشدید و گسترده شدن درگیری ها حمله ای در مقیاس کوچکتر انجام دهد اما حمله انتقام به اسرائیل حتمی است در همین ارتباط سیما شاین عضو سابق سازمان موساد اسرائیل در گفتگویی با خبرگزاری سی بی وضعیت منطقه را بسیار خطرناک خواند و گفت هرگز به این اندازه نگران نبوده است این مقام سابق موساد گفت چنانچه حکومت ایران بخواهد مستقیما به اسرائیل حمله کند ممکن است همانند حمله پنج سال قبل به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در این حمله نیز مجموعه ای از موشکها و پهپادها را مورد استفاده قرار دهد و مراکز استراتژیک تلاویو مورد قرار گیرد رژیم ایران در صورت حمله قطعا اهداف نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهد داد و اگر تعدادی از شهروندان اسرائیل در جریان این حمله کشته یا زخمی شوند تشدید و گسترش درگیری ها اجتناب ناپذیر خواهد شد وی افزود اگرچه حقیقتان است که هیچ کدام از دو کشور ایران و اسرائیل خواهان جنگ منطقه ای نیستند چرا که خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت اما ارزیابی اشتباه از سوی هر یک از این دو کشور درباره توازن موجود ممکن است تبعات شدید برای منطقه و جهان داشته باشد در ادامه این گزارش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابعی موثق عنوان کرد که اسرائیل آماده حمله مستقیم و بی سابقه جمهوری اسلامی علیه اهداف دولتی در این کشور است به گفته این منابع خبری یکی از اصلی ترین سناریوهای مورد انتظار اسرائیل و متحدینش حملات پهپادی سپاه پاسداران از خاک ایران به سمت اسرائیل است روزنامه والستری جورنال نیز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که ارتش اسرائیل بر اساس اطلاعات دریافتی از ایالات متحده برای حملات پهپادی مستقیم از ایران به مقصد جنوب یا شمال اسرائیل آماده شده است این روزنامه همچنین به نقل از شخصی که به عنوان یک منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نامیده شده است، نوشت که بحث درباره حمله در جریان است، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. از طرفی، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که در انتظار آغاز حملاتی شدید در پاسخ به حمله احتمالی جمهوری اسلامی هستند. به نوشته وبسایت تایمز اسرائیل، دانیل هاگاری گفت اسرائیل در حال آماده باش است و برای سناریوهای مختلف در حال ارزیابی وضعیت است. وی با اشاره به رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که وارد اسرائیل شده است گفت ما برای حمله و دفاع از انواع توانایی های ارتش و همچنین شرکای استراتژیک خود یعنی آمریکا بهره با این اوصاف آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تا از موضع خود عقب نشینی کند بنابراین از طریق دولت‌های سوئیس و عمان برای مقامات رژیم ایران پیام فرستاد و تأکید کرد که افزایش تنش به نفع هیچ کشوری مخصوصا ایران نخواهد بود اما با این وجود مقامات جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدهای علنی ادامه داده و بارها به شمارش معکوس حمله نظامی به خاک اسرائیل اشاره کردند در نتیجه ادبیات تند مقامات حکومت ایران بر تنش‌های دو طرف دامن زده و ریسک هر گونه درگیری مرگباری را افزایش خواهد داد. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.